چه بسا 30 ساله باشی و فکر کنی بیشتر عمرت رفته و بعد از این سن دیگه نمیتونی در زندگیت موفق بشی. اما واقعیت اینه که سن فقط یه رقمه و این امکان وجود داره که موفقیت حتی با گذشت سالهای طولانی نیز در به زندگیت رو بکوبه. و این امریه که بسیاری از انسانهای موفق در سراسر دنیا که سالیان دراز از شکست و ناکامی رنج بردن اونو به اثبات رسوندن و حتی در سالهای آخر عمر شکست خوردنشونو به موفقیت‌ها و پیروزی‌های چشمگیر تبدیل کردن و اینو ثابت کردن که موفقیت سن و سال مشخصی نداره. بازیگر و کارگردان صاحب نام مورگان فریمن وی در هیچ فیلمی ظاهر نشد و حتی کوچکترین نقشی رو بازی نکرد مگر بعد از 32 سالگی و پس از 51 سالگی بود که بازیگری در نقش‌های بزرگ رو شروع کرد و از اون پس به عنوان یکی از چهره‌های برجسته و مشهور مطرح گردید و همکنون علاوه بر شهرت و موفقیت جهانی که به دست آورده، ثروتی در اختیار داره که در حدود 150 میلیون دلار تخمین زده شده. برایان اکتون، مؤسس نرم‌افزار واتساپ. برایان این موفقیت رو در سن 40 سالگی در آغوش گرفت. و هنگامی که تصمیم به کار در شرکت‌های بزرگی مانند توییتر و یاهو و فیسبوک گرفت، دست رد به سینه‌اش زده شد و همین ناکامی باعث شد که وی بعدها شروع به طراحی اپلیکیشن خاص به خودش بکنه و بیش از 3 سال نگذشت که با ثروتی بالغ بر 6 میلیارد دلار حتی ثروتمندتر از مؤسسه توییتر شد. برایان اکتون واتساپ رو با مبلغ 19 میلیارد دلار به شرکت فیسبوک فروخت که با چنین مبلغی میشه 19 برج مانند برج خلیفه دبی رو بالا آورد. استنلی به مطلقاً یکی از مشهورترین نویسندگان داستان‌های مصوره و در خلق شخصیت‌های ابرقهرمان مارول نقش مهمی رو ایفا کرد. درآمدی که وی در این مسیر به دست آورد از مرز 13 میلیون دلار نیز گذشت. اما وی تا قبل از 39 سالگی نتونست در هیچ کدام از داستان‌هایش موفقیتی کسب کنه و با شکست‌ها و ناکامی‌های پی در پی روبرو شد. اما پس از 39 سالگی بود که تونست پله‌های ترقی رو یکی پس از دیگری بپیمایه. هنری فورد، مؤسس شرکت خودروسازی بین‌المللی فورد، مشهوره که وی تونست خودرو رو در حالی که فقط در انحصار ثروتمندان بود در دسترس همه مردم قرار بده. فورد 45 ساله بود که تونست خودروی مدل تی رو بسازه و موفق شد با ساخت اون هم زندگی خودش و هم صنعت خودروسازی در کل دنیا رو متحول کنه و با این کارش تونست ثروتی معادل 200 میلیارد دلار به دست بیاره و خودش رو به دومین فرد ثروتمند جهان تبدیل بکنه. بازیگر امریکایی ساموئل جکسون وی 20 سال تمام تنها در نقش‌های کوچک و معمولی بازی کرد تا اینکه تونست در سن 43 سالگی در فیلم جنگل فیور اولین موفقیت خودش رو به اثبات برسونه و از اون موقع به بعد به یکی از ستونهای هالیوود و یکی از ستاره‌های تمام عیار و اسطوره‌های اون تبدیل بشه، تا جایی که درآمد حاصله از فیلماش از مرز 16 میلیارد دلار گذشت و ثروت شخصی وی به 300 میلیون دلار رسید. دونالد فیشر، مؤسس برند جهانی و مشهور گپ، وی تا سن 40 سالگی هیچ نوع تجربه‌ای در زمینه خرید و فروش و تجارت نداشت. اما بعدها در سال 1969 میلادی اقدام به بازگشایی فروشگاه گپ کرد و همکنون ثروت شخصیش 3 میلیارد دلار تخمین زده میشه. موموفوکو اندو، موموفوکو اندو ژاپنی، مخترع اندومی یا رشته فرنگی زودپخت. وی در سن 48 سالگی موفق به اختراع این ماده غذایی گردید و در نتیجه این اختراعی که در سراسر دنیا منتشر شد تونست ثروتی معادل 100 میلیون دلار به دست بیاره. هارلند ساندرز، هارلند دیوید ساندرز، مؤسس رستوران مرغ سوخاری کنتاکی و یکی از مشهورترین چهره های جهان. چیزی که شاید خیلی واسهتون عجیب باشه اینه که این شخص نتونست به هیچ نوع موفقیت و پیشرفتی برسه مگر در سن 62 سالگی و در این سن بود که اولین رستوران خودش به نام کنتاکی را افتتاح کرد. ساندرز پس از اینکه یک زندگی همراه با ناکامی و شکست را در تمام زمینه‌ها سپری کرد، موفق شد یکی از بزرگترین رستوران‌های دنیا را راه اندازی کند.